درود بر شما صبح و شبتون بخیر هر جا هستید بارزوی بهترین ها هر روز خبرهای پیروزی بیشتر و بیشتر میشه و ما به لحظه معود نزدیکتر میشیم امروز خبر اومد یک از جمعش های نظامی فلسطین به نام گردان ناصر صلاح الدین که چوزش شاخه نظامی جنبش مقاومت شعبیه هست در نوزدهمین سالگرد تأسیس خودش یک موشک بسیار دقیقی 25 کیلومتری رونمایی کرد و از سنگ و چوب رسیدن به موشک و تن رایس زبونی که اسرائیل میفهمه همین موشکه ای کاش کرنه باختری به مقاومت فلسطین میپیوست این رهبران فاسد اکثرا فراموسنری کرانه باختری مردمش رو از روحیه مقاومت دور کردن نکته واسه من اینه صدها جنبش و شاخه و فلان اینا در فلسطین دارن میجنگن با اسمای مختلف و این درست نیست همشون باید زیر یه شاخه زیر یه رهبری بیان و اسمش اصلا بذارم مقاومت فلسطین صدها چیزهای مختلف هست هر کدومشون یک جداگانه به اسمای مختلف دارن می جنگن و اینجا جالب نیست باید یک چپی متحد تو فلسطین تشکیل بشه با رهبری واحد اگر کردن باختری خط بچه های حماس و جهاد اسلامی و غیره رو صابرین و اینا رو می قطعاً قطعا فلس... اسرائیل کاش تمام بود و نتانیاهو استاق نمیشد که من کرن رو هم منحق کنم به اسرائیل راه پیروزی کامل روشنه و مشخص اسرائیل محاصره شد این شیرمرد سردار که دیروز معاون عملیاتی سپاه بود هم حرف قشنگی زد روز به روز محاصره اسرائیل رو میشه از, شمال و جنوب و اگر مصر هم هنوز بهتر و اینا راهی جز فرار ندارن حتی جنگ بزرگ هم نخواهد شد همطور که میبینید سعودی ها در جنوب تونتون تون شکست میخورن اسرائیلیا هم دیگه نمیتونن بجنگن اینا فرار میکنن آخر آخرش فرار یه جنگ کوچیک و فرار و تسلیم هست و ترس اونا چون سرزمینشون نیست واقعا نمی جنگن سعودی ها... هیچ, هیچ سعودی حاضر نیست برای کشور خوش بجنگه اینو باور کنید همه اینو با کسیا تو جیزان می جنگن. یا مزدورهای یمنی هستن یا مزدورهای آفریقایی هستن و خوش سعودی نمی تو جپه جنگ به جنگ با یمنی ها به همین دلیل کار مزدور که تمام بشه شما یه دفعه ببینید که اوسیا پشت دروازه ریاض هستن و این کل کشورشون گشوده خواهد شد فلسطین هم همینطوره ادعا میکنند یهودی ها ها که اسرائیل سرزمین اجدادی ماست که نظر من اینطور نیست سرزمین اجدادی اونا هم نیست اینا جله جل تاریخه اصلا فنیقی ها که در فلسطین بودن یهود نبودن که حالا چه دوره یک کوتاهی آمدن اینا چند تا قوم سرگردان بودن تو اونجا پرکرنده بودن به این دلیل نبود که کل فلسطین متعلق به یهودی ها بوده یا سهیونیس بوده یکی از اقوام بسیار اقلیت اون مناطق به جزیره سینا و فلسطین در رفت آمد بودن و این به هیچ وجه یهود نبودن پس اینا ادعا نمیتونن بکنن همون فینیقیا که یهود نبودن مسلمون شدن یا مدت دور روم مسیحی شدن حالا مسلمون شدن و در نتیجه اون سرزمین متعلق به فلسطینی های فعلی واقعا محتو دینشون عوض شده و یهودی ها هیچ ادعایی نمیتونن داشته باشن یکی دوتا معبد جلی پیدا کردن این اصلا تکنیک و شگردشونه این برامر راه میفتن ساختمان قدیمی رو به اسم خودشون اسم یهودی روش میذارن ایران هم کار کرده بودن دیگه تخت سلیمان نمیدونم مسجد سلیمان همه سلیمان سلیمان میذاشتن که بتونن فردا مدعی بشن دیگه اینجا هم همینطوره حالا آرزو میکنیم اولا که جپه مقاومت همشون متحد بشن زیر مقاومت فلسطین زیر یک نام دیگه اسمای مختلف نباشه مقاومت اسمش بذارن مقاومت فلسطین اسامی مختلف برداشته بشه نکته دوم که خیلی مهمه حالا درسته اینا برادرای فلسطین سنی هستن ولی راز و رمز عظیمش شکست اسرائیل در نام حسین یه مدت کوتاهی هم که هست در دوران جنگ به نام امام حسین توسل کنند همین نامش میلرزونه این سوینیستا اسرائیلی رو اسرائیلیا رو پرچم های امام حسین بره بالا از این گروه های سنی با توسل به نام امام حسین همون کاری که حسیا میکنن حشد میکنه از الله میکنه قرار نیست جیه بشن فقط توسل کنن به نامش همین پرچمی با نام حماس از طرف حماس و جهاد و گروه های مقاومت و مختلف بیاد بالا این کار تمامه این طرف مقابلشون علویته اینا جنگ جنگ با علویته نه با مسلمانان و در نتیجه امیدواریم که اولا که فلسطینیا به قدرت روانی نام علویت تا توسل به علویت پی ببرن بدونن که هر کدوم از اینا ایانم اگه فارسی به صدای من نمیشنده بدونن توسل به نام حسین قرار نیست شیعه بشن به نام حسین بسیار کمک میکنه در اتحاد اونا که اینجور پراکنده هستن حسین نمیه اتحاد اتحاد اتحادگر بزرگ قرن هست کل دنیا رو متحد خواهد کرد. لوای انسانیت و اگر فلسطینی ها متحد بشن زیر یه پرچم زیر یک رهبری و مخصوصا کرانه باختری روی مقاومت پیدا کنه از این رهبرهای فراماسونه رو نفوزی که داره از روز اول مقاومت فلسطین با رهبرهای نفوذی توش نفوز کرده بودن اطراف یاسر حرفات چیده شده بودن شگرد اونا هست ولی اینا هیچ از اینا اسرائیل و از سرنوشت شومی که در انتظارش هست نجات, خوا... نجات نخواهد داد و مقاومت پیروزه و کل مقاومت با همدیگه پیوسته میشه در کل منطقه میشه امپراتوری مقاومت و این در کل جنبش نجابه حرف قشنگ زد گفت امپراتوری مقاومت در حال ظهوره حالا اینا میگن امپراتوری مقاومت ولی ما میتونیم امپراتوری مهدوی بگیم امپراتوری امام حسینی بگیم امپراتوری ایرانی بگیم هر اسمی میتونیم روش بذاریم یک امپراتوری انسانی قدرتمند است یک تمدن قوی ایجاد خواهد شد به امید یزدان بدرود